بسیار خوب دوستان در این ویدیو پر پرکاربرد دانستن رو میخوام بهتون یاد بدم قبل از اون تشکر میکنم از حمایت هایی که میکنید از اینکه ویدیو رو لایک میکنید از اینکه سابسکرایب میکنید و تعقیب میکنید بریم سراغ ویدیومون در این ویدیو که ویدیو طولانی هم هستش فعل دانستن رو بهتون یاد میدم چرا این فعل رو جداگانه یاد میدم چون هم به معنای دانستن هم به معنای اطلاع داشتن خبر داشتن هم به معنای فهمیدن میتونید استفاده بکنید هم به معنای شناختن کسی جایی مکانی آدرسی چیزی میتونید استفاده بکنید هم به معنای بلد بودن کاری میتونید ازش استفاده بکنید در جای مختلف در زمانهای مختلف در قالب‌های مختلف معناهای متفاوتی میده که هم شما زیاد میشنوید هم خیلی زیاد میتونید استفاده بکنید و قبل از اینکه فعل توانستن رو بخوام یاد بدم باید فعل دانستن رو یاد بگیرید چون که فعل توانستن هم یه بخشش چسبیده به فعل دانستن و باید صرف کردن اونو بلد باشید خب حالا بریم ببینیم چطور هستش خب نحوه فعلش نحوه ساخت صرف فعل اینجوریه که ریشه فعل رو و یا فعل امر رو در میاریم یعنی مسترمون بیل مک مک رو حس میکنیم بیل میشه ریشه فعلمون حالا فعلمون رو صرف بکنیم در زمان حال استمراری یه بار میخونم fakat fe'l o biliyorum biliyorsun biliyor biliyoruz biliyorsunuz biliyorlar biliyorum biliyorsun biliyor biliyoruz biliyorsunuz biliyorlar benim soruğum menfiş همین که این طرف هستش رو منفی می کنم بعد اینکه منفی کردم سمت راستی ها رو سوالی خواهم کرد چون سوالیش خیلی کاربرد داره و خیلی به دردتون خواهد خورد بعد میریم سراغ سوالی کردن حالت منفی که مقدار متفاوته دوستان این ویدیو خیلی کار داره اینو یادم رفت بهتون بگم اینجا بهتون بگم یک دفتری تهیه بکنید و یا حداقل سه چهار تا کاغز آچهار بذارید دم دستتون تمام چیزهایی که اینجا هست رو یادداشت بکنید یک دور یادداشت بکنید یک دور هم بخونید که دیگه هیچ مشکلی برای یادگیری نداشته باشید چون فقط نگاه کردن این ویدیو اینجوری بهتون بگم سرتون رو درد میاره یعنی من موقع نوشتنش خیلی خسته شدم اینه که فقط نگاه کردن هم شما رو خسته میکنه هم سرتون رو در میاره و ممکنه اصلا نخواید تا آخرش نگاه بکنید و اصلا منصرف بشید یه مقدار طولانی هستش اینه که یک بار یاد داشت بکنید سفر رو نگه دارید تو هر قسمت یاد داشت بکنید اینجوری یک بار برای همیشه یاد بگیرید یه بار که یاد داشت بکنید تو ذهنتونم نوشته میشه خب حالا بریم سراغ منفیش بیلمیورم bilmiyorsun bilmiyor بیلمیوروز bilmiyorsunuz bilmiyorlar نمیدانم نمیدانی نمیداند نمیدانیم نمیدانید نمیدانند حالا بریم سراغ سوالیه سمت راست یعنی حالت مثبت بیلیور موسون مگر ببخشید. بیلیور مگر من میدانم و یا آیا من میدانم مگه من میدونم بیلیور موسون مگه تو میدونی و یا خبر داری میدونی اطلاع داری و یا بلدی این معنی ها رو میده بیلیور بلدی میشناسی بیلیور مو اون میدونه مگه اون میدونه و مگه اون خبر داره بیلیور مویوس مگر ما میدونیم مگه ما خبر داریم مگه ما اطلاع داریم مگه ما بلدیم بیلیور موسونوس خبر دارید میدونید اطلاع دارید و یا مگر, مگر شما خبر دارید بیلیور لارما آیا اونها میدونن و یا مگه اونها خبر دارن یه همچین معنی میده بعضی جاها معنیه <applause> آیا رو داریم بعضی جا معنی مگر هم داریم بدون اینکه کلمه مگر رو بیاریم حال استمراری سوالی منفی بیل میورمویم مگه من نمیدونم بیل میورموسون مگه تو نمیدونی مگه خبر نداری بیل میرمو. مگه بلد نیست مگه خبر نداره مگه نمیدونه بیل میور مویز مگه ما نمیدونیم بیل میور موسونوس مگه شما نمیدونید بیل میورلارما مگه اوننا خبر ندارند حالا در زمان حال ساده این میدانم با اون میدانم که هستش ببینید وقتی ترجمه میکنید زیاد متوجه نمیشید ولی این حال ساده که میگم گنیش زمان هستش گنیش زمان یعنی چی یعنی یه زمانی که همیشگی هست یعنی یه حالتیه که چی میگن زمان به زمان همین الان معطوف نمیشه بسنده نمیکنه بلکه کل زمان رو همیشه رو مد نظرش داره موقع معنی کردن بهتر شاید متوجه بشید خب بلیرم بلیرسین بلیر بلیریز بلیرسینیز بلیرلر اینجا یک معنای خودم و یا خود اون شناسه اه... یک معنای خود پنهان داره این فعل در این زمان به این شکل که مثلا طرف میگه من خودم میدونم و یا من همیشه میدونم یعنی من میدونم من میدانم مطلق هستم یعنی همیشه اینجوری بودم و هستم من بلیرم یعنی من خودم میدونم سن بیلیرسن. یعنی تو خودت میدونی به من ربطی نداره یه همچین معنی پشترش میاد او بلیر اون بلده و یا اون خودش میدونه. سیز بلیرسینز. ببخشید. بیز بلیرس. یعنی ما خودمون میدونیم. بیز بیلیرز. ما میدونیم. خودمون بهتر میدونیم. سیز بلیرسینز. یعنی شما خودتون بهتر میدونید. به ما اصلا ربطی نداره شما چی کار میکنید. سیز بلیرسینز. زیاد استفاده میکنن اینو. اونلار بیلیرلر. اونا خودشون میدونن دارن چی کار میکنن و اینا خب اینو مد نظر داشته باشه که این شکل از فعل یک همچین معنای پنهانی هم داره اینو به رنگ سفید درآوردم که اون حالت پنهانش هم تو ذهنتون تصویری بمونه خب حالا منفی همون فعل رو این طرف خواهیم داشت بعد میام سوالی سمت چپی ها سوالی سمت راستی ها هم بهتون میگم خب من بیلمم من نمیدونم به من چه من کاری ندارم یا مثلا من بلد نیستم با من کار نداشته باشید سم بیلمسین تو نمیدونی تو بلد نیستی تو برو کنار یه همچین معنی میده و یه دو حالیت نیست تو هیچ موقع حالیت نبوده و نیست یه همچین چیزی او بیلمز اون نمیدونه اون خبر نداره اون نمیفهمه اونو ولش کن اصلا منظورش اینه بیز بیلمیز ما نمیدونیم به ما ربطی نداره نمیدونیم و نمیخوایم بدونیم یه همچین چیزی و یا ما بلد نیستیم با ما کاری نداشته باشین مطلقا یعنی دیروز امروز فردا ما نمیدونیم سیز بیل شما نمیدونی شما حالیتون نیست شما بلد نیستین شما نمیفهمی اونلار بیل اونا نمیدونن اونا نمیفهمن اونها بلد نیستن با اونا کاری نداشته باشید یه همچین بار معنایی داره چون حالت گفتم این تنس تنسی که داریم یه حالت زمانش مطلقه از اول از ازل تا آخری همچین چیزی تو بالا بریم سراغ منفی کردن این سمت راستی سمت چپی ها سوالی کردن بمبیلیر میم مگه من میدونم سمبیلیر میسن مگه تو میدونی مگه تو خبر داری مگه تو بلدی او بیلیر مگه اون میدونه بیز بیلیر میز مگه ما میدونیم مگه ما بلدیم سیز بیلیر میسینیز شما میدونید مگه شما میدونید اونلار بیلیر لرمه مگه اونها میدونن مگه اونها بلدن مگه اونها میفهمن بریم حالت منفیش رو سوالی کنیم بمبیلمز میم مگه میشه که من ندونم ببینید این مگر میشود رو تو حالت منفی سوالی این زمان داریم خب یه سری چیزا مستقیم ترجمه نمیشه ولی تو بار معنایی اون شکل فعلی که ظاهر میشه اون چیزی که حالا ما میخوایم بگیم و انتقال بدیم به زبان مقصد هستش این هم یکی از اون موارده مگر میشود که یک حالتیه که با این تنس شما میتونید معنیش رو منتقل کنید اونا هم همین کارو میکنن بم بیلمز میم مگه میشه که من ندونم سم بیلمز میسین یعنی تو نمیدونی مگه میشه که ندونی مگه میشه که تو خبر نداشته باشی او بیلمزمه مگه میشه که اون ندونه بیز بیلمز میز مگه میشه که ما ندونیم ما از همه چی خبر داریم ما بلدیم ما فلان سیز بیلمز سیز بیلمز میسینیز اینجا یه دونی میرو جا انداختم ببخشید سیز بیلمز میسینیز مگه میشه که شما ندونید اونلار بیلمز لرمه مگه میشه که اونها ندونن دوستان اینجا یه ای دونه میرو جا انداختم شما اینو درستش کنین خب بریم زمان گذشته گذشته ساده بیلدم دونستم یاد گرفتم به ذهنم اومد فهمیدم بیلدین سن بیلدین تو دونستی تو خبردار شدی او بیلدی اون دونست اون خبردار شد فهمید بیز بیلدیک ما دونستیم ما فهمیدیم ما خبردار شدیم سیز بیلدینیز شما دونستید شما خبردار شدید شما اطلاع پیدا کردید اونلار بیلدیلر اونها دونستن خب بریم سراغ منفیش من بیلمدیم من ندونستم من نفهمیدم سن بیلمدین تو ندونستی تو حالیت نشد تو اصلا نفهمیدی چی شد او بیلمده اون ندونست اون نفهمید اون اصلا حواسش نبود مثلا. بیز بیلمدیک ما نفهمیدیم ما ندونستیم سیز بیل مدینیز شما ندونستین شما اصلا خبردار نشدین اونلار بیل مدیلر اونها ندونستن اونها اصلا نفهمیدن چی شد خب گذشته استمراری حالت میدانستم biliyordum bil biliyordun biliyordu biliyorduk biliyordunuz biliyorlardı biliyordum mi dunestem bilmiyordun bebeksit biliyordun mi biliyordu mi Midunest. biliyorduk mi biliyordunuz mi biliyorlardı آنها میدونستن حالت منفی شو بیلی میدونستم بیل می نمیدونستم بیل می اردون بیل می بیل می بیل بیل حالا بریم این سمت راستی ها رو سوالی بکنیم حالت مثبت و سوالی گلیور مویدم مگه من میدونستم سن بیلیور مویدون تو میدونستی؟ تو خبر داشتی؟ و یا مگه تو میدونستی؟ او بیلیور مویدو او میدونست؟ مگه اون میدونست؟ بیز بیلیور مویدو مگه ما خبر داشتیم؟ مگه ما میدونستیم؟ سیز بیلیور مویدونو شما خبر داشتید؟ مگه شما میدونستید اونلر بیلیورلر میده اونها مگه میدونستن یه بار دیگه میخونم بیلیور مویدوم بیلیور مویدون بیلیور مویدو بیلیور مویدوک بیلیور مویدونوز بیلیورلر میده. خب بریم سراق حالت منفیش بیل میور مویدم. مگه من نمیدونستم. سن بیل میور مویدون. یعنی تو نمیدونستی؟ مگه تو خبر نداشتی؟ او بیل میور مویدو. مگه اون نمیدونست؟ مگه اون خبر نداشت؟ بیز بیل میور مویدو. مگه ما نمیدونستیم؟ مگه ما بلد نبودیم؟ مگه ما نمیفهمیدیم؟ سیز بیل می آمویدونوز. مگه شما نمی مگه شما خبر نداشتید؟ اونلار بیل می اولار میده. یعنی اونا نمیدونستن، مگه اونا خبر نداشتن؟ بریم سراغه بعدی اه, یه بار دیگه بخونم بیل میور مویدون بیل میور مویدون بیل میور بیلمیور مویدوک. بیلمیور مویدونوز. بیلمیور لار مویدو. خب. زمان آینده رو بگم. بعد اینکه زمان آینده تموم شد. زمان های ترکیبی هستش که زیاد روشون ام, چیز نخواهم کرد. مانوف نخواهم داد. چون... ام, تا همین زمان آینده رو با این حالت سوالی منفی و مثبتش یاد بگیرید خودش خیلی خیلی از مشکلاتتون حل میشه بن بیل جیم من خواهم دانست سم بیل جیکسن. او خواهی دانست او بیل جک او خواهد دانست بیز بیل جیز ما خواهیم دانست سیز بیل جکسنز شما خواهید دانست اونلار بیل جکلر آنها خواهند دانست یه بار دیگه میخونم بیلجیم بیلجکسین بیلجک بیلجیز بیل, بیل جکلر حالا منفیش میکنیم من بیلمیجیم من نخواهم دونست من قرار نیست خبر داشته باشم سن بیلمیجکسین تو قرار نیست خبر داشته باشی او بیلمیجک اون نخواهد دونست اون قرار نیست بدونه بیز بیل میجیز ما نخواهیم دونست ما قرار نیست متوجه بشیم قرار نیست مثلا خبر داشته باشیم قرار نیست به اطلاع بدن یا چیزی سیز بیل میجکسینز شما نخواهید دونست اونلار بیل میجکلر آنها نخواهند دانست یه بار دیگه میخونم بیل میجیم بیل میجکسین بیل میجک بیل میجیز بیل میجکسینز بیل خب بریم حالت سوالی بن بیلجک میم آیا من خواهم دانست آیا قرار هست به من خبر بدین آیا قرار هست که من بدونم چه خبره سن بیلجک میسن آیا قرار هست به تو اطلاع بدن آیا تو خواهی دونست او بیلجک می آیا اون خواهد دونست بیز بیلجک مییز آیا ما قرار هست که بدونیم ما خواهیم دونست سیز بیلجک میسینیز آیا شما قرار هست که خبردار بشید قرار هست که بدونید اونلار بیلجک لرمه اونها قرار هست که بدونن یه بار دیگه میخونم بیلجک مییم بیلجک میسین بیلجک می، بیلجک میییز بیلجک میسینیز بیلجک لرمه خب بریم سراغ منفی سوالی بن من بیل میجک میم مگه قرار نیست من بدونم یعنی من و یا اینکه مثلا تو فکر کردی که من نمیفهمم یه همچین معنی میده بن بیل جک میم یعنی من مگه نخواهم دانست مگه من متوجه نخواهم شد مگه من نخواهم فهمید Sen جک misin? مگه قرار نیست به تو خبر بدن؟ مگه, قرار... مگه تو نخواهی دونست؟ او بیلمیجک می؟ مگه قرار نیست اون بدونه؟ سیز بیلمیجک می سینیز؟ ببخشید بیز بیلمیجک میز؟ مگر ما نخواهیم دونست؟ سیز بیلمیجک می میسینس مگه شما نخواهید دونست؟ اونلار بیلمی یجک لرمه مگه اونا نخواهند دونست خب بریم سراغ تنس بعدی خب دوستان از اینجا به بعد ویدیو رو رو هر قسمتش نگه دارید یادداشت بکنید دیگه حالت سوالیش رو نمیگم چون دیگه کاربرد نداره دیگه در اون حد پیچیده هم نیست ام بیشتر اون مواردی که توضیح دادم مثال دادم و معانی های مختلف رو سعی کردم دوست بذارم و تا همینجا بهتون گفتم بعد اینو فقط روی فعلا رو میخونم معنی کنارش ظاهر میشه خودتون ویدیو رو نگه دارید و یادداشت بکنید دیگه توضیح اضافه نمیدم لزومی هم نداره Ben bilecektim, sen bilecektin, o bilecekti, biz bilecektik, siz bilecektiniz, onlar bileceklerdi. şu, ben bilmeyecektim, sen bilmeyecektin, o bilmeyecekti, biz bilmeyecektik, siz bilmeyecektiniz, onlar bilmeyeceklerdi. خب اینجا که رو میبینید من قرار بود ندونم و یا من قرار نبود بدونم یعنی هم میشه اینا منفی باشه تو فارسی هم میشه اینا منفی باشه قرار بود ندونم و یا قرار بود که قرار نبود که بدونم خب بریم سراغ بعدی بیلمیشیم. سن بیلمیشسن او بیلمیش، بیز بیلمیشیز، سیز بیلمیشسینیز، اونلار بیلمیشلر یه اصطلاحی هست به, به شکل چک بیلمیش چک بیلمیش به کسی میگن که بیش از اونقدر که باید بدونه میدونه و زیادی حرف میزنه مثلا به بچههایی که گنت از دهنشون حرف میزنن میگن چک بیلمیش Ben bilmemişim. Sen bilmemişsin. O bilmemiş. Biz bilmemişiz. Siz bilmemişsiniz. Onlar bilmemişler. اینجا مثلا گفته می شود یعنی yani به نظر میاد که اینجوری شده. گویا اینطوری شده. یه همچین معنی میده. رویم سراغ بعدی. بن بیلجک میشیم. سن بیل جک میشین. او بیل میش. بیز بیل میشیز. سیز بیل میشینیز. اونلار بیل جک لرمیش. بریم صورت منفیش. من بیل میه جک میشیم. گفتن که من ندونم. مثل که قرار کسی به من نگه. میخواستن که من ندونم. یه همچین معنی میده. سن بیل میشین. O bilmeyecekmiş. Biz bilmeyecekmişiz. Siz bilmeyecekmişsiniz. Onlar bilmeyeceklermiş. Biraz onlar bilmeyecekmişler. Çoftaşam doğrusu. Hoş geldiniz. Yani این میشولر میتونه جاش عوض بشه دقت کرده باشید تو سوم شخص جمع بعضی وقت اینجوری میشه سراغ بعدی من بیل میشتم سن بیل میشتین و بیز بیل سیز بیل میشتین از این تنس برای این فیلم زیاد قابل استفاده نیست ولی خب بدونیدن بعدی. معنیش من بیل میمیشتم سن بیل میمیشتین و بیل بیز بیل ممشتیک. سیز بیل ممیشتنز اونلار بیل ممیش خب دوستان به پایان این ویدیو اومدیم امیدوارم تا آخرش تحمل کرده باشید و تا اینجا دیده باشید همونطور که گفتم یه دفتر بردارید، اینا رو یادداشت بکنید یه بارم از روش بخونید دیگه تمام خیلی راحت میتونید یاد بگیرید. یه بار دیگه هم ویدیو رو از اول نگاه بکنید بعد یاد داشت کردن هم میتونه کمکتون بکنه. گفتم این فل خیلی به دردتون میخوره. خیلی استفاده میشه و خیلی ازش میتونید بهره ببرید. خیلی ممنون که ویدیو رو لایک میکنید. نظرهای شما خیلی منو خوشحال میکنه من ذوق میکنم وقتی صبح از خواب پا میشم میبینم دو سه نفر نظری نوشتن و یا سوالی نوشتن که من بتونم جواب بدم و درخواستی اگه دارید بنویسید زمانش که برسه به درخواستاتونم پاسخ داده میشه راجع به ویدیوهایی که درخواست میکنید خب تا اینجا دیگه حرفی ندارم بزنم موفق باشید